برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در نتیجه انفجار مین باقی مانده از گذشته در استان ننگرهار در شرق افغانستان، دو کودک جان باختند و یک کودک دیگر زخمی شده است. منابع محلی گفتند که این رویداد بامداد روز چهارشنبه 21 تیر در شهرستان سپینغور رخ داده است. گفته شده کودکان قربانی همه اعضای یک خانواده هستند. مین‌ها و مواد انفجاری باقی مانده از چندین دهه جنگ در افغانستان همواره از شهروندان این کشور به ویژه کودکان قربانی می‌گیرد. ماه گذشته نیز در پی انفجار یک سرگلوله هاوان در استان غور یک کودک جان باخت و دو کودک دیگر زخمی شدند. برآوردهای سازمان بین المللی مهاجرت نشان می‌دهد شمار آوارگان در سودان در نتیجه درگیری‌ها میان ارتش و نیروهای واکنش سریع که از 3 ماه پیش ادامه دارد به بیش از 3 میلیون نفر رسیده است. سازمان بین المللی مهاجرت در جدیدترین آمار خود اعلام کرده است بیش از 2.4 میلیون سودانی در داخل این کشور آواره شده و بیش از 730 هزار نفر از خانه و کاشانه خود آواره و به کشورهای همسایه پناه بردند. اغلب این آوارگان از استان خارتوم پایتخت سودان بودند. پیشتر نیز سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از وخامت اوضاع در سودان هشدار داده بودند. منابع عراقی از سانحه رانندگی برای زائران ایرانی در نزدیکی شهر سامر را در جنوب استان صلاح الدین خبر دادند. بر اثر تصادف اتوبوس زائران ایرانی با یک دستگاه تانکر در جاده سامر را 2 زائر ایرانی جان باخته و 32 نفر نیز مصدوم شدند. بنابر گزارش سامرا نیوز به نقل از مقامات محلی عراق، مصدومان به بیمارستان شهید محمد الماجد سامر را منتقل شدند.